میخوام دیگه شکایت نکنه تیامت. برگرد سر کارت. قرار بر اینه که ما با این حیوانای بدبو یک جا باشیم؟ کی غذاشون میده؟ هام میگوید کار ما باعث خنده همه دنیا شده. برجد، شوهرت هام کجاست؟ و چه احتیاجی به چادر داریم؟ ممکنه ما نریم. هام درباره نقشش با نو صحبت کرده؟ مطمئناً نو متعلق خواهد شد. به زودی ثروتمند خواهیم شد. هام و فسان میخوان راجع به ساختن کشتی حرف بزنن. چرا کشتی ساخته میشه و این کار برای چیه؟ هام میگوید که مردم از سراسر دنیا میآیند. خانم جوان، طرز رفتار شما رو نمیپسندم. من شرمندم که پدرم این گونه خودش را حقیر کرده. حقیر؟ فکر میکنی با شوهر من کار کردن باعث تحقیره؟ فقط حسادت میکنی چون یافت نتونست از این موقعیت بهره برداری کنه. یافت مهربان آرامه. ارزان فروشی نمیکنه توی شراب آب بریزه تا مزه سرکه بده. آیا میگویی پدر تو دزد است؟ بله، همینطور شوهر شما. هم دزد نیست. چی کار کردی؟ تو بیجا کردی؟ به کسی که به زمین افتاده نمیتونه به جنگ سیلی زدی؟ ببین با صورتش چی کار کردی؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ نشنیدی چی درباره شوهرم گفت؟ اجازه نمیدم کسی حرف ریزش درباره شوهرم بزنه. نخه، اون به یاد دروغاش خواهد افتاد وقتی که به صورت خراش خوردش نگاه میکنه. نو در تمام طول راه زندگیش راسخ است. او با خداوند قدم میزند و کارها رو به پیشرفت است و خداوند به نوح میگوید که شرارت انسان در زمین بی نهایت شده و از این که بشر را خلق کرده متاسف و غمگین میباشد. پس خدا به نوح میگوید این کشتی را که شما میبینید و پشت سر من هست را بسازد. خداوند به نوح گفت طوفانی خواهد فرستاد که همه کثیفی ها را بر روی زمین بشوید و همه چیز را پاک کند. حدود 100 سال قبل نوح برای ساختن کشتی شروع به بریدن درختان کرد. ده ها سال طول کشید تا این کشتی عظیم الجثه ساخته شد. و حالا کی میشماره؟ چه موقع نوش شروع به حرف رکنه به دریا رو میکنه؟ خب خب، بیایید سوار الاغمان بشویم و سفرمان را ادامه دهیم. هیا جهاز را بیاری جان. پدر عقلش رو از دست داده. او با خدا صحبت میکند. شایدم با خودشه. چرا همیشه تو اینقدر بدبینی؟ واقعا؟ مگر در ساختن کشتی کمک نکردم؟ تو هم از منافع آن برخوردار میشی. این درست نیست هام. داری چی کار میکنی؟ پس بگذاریم که حاصل زحمتامون رو فسامو به انتهای به یغما ببرن؟ این سودخواهی ترک کردن و واسه تو سختتر خواهد کرد. به اطراف نگاه کن سام. ما به زودی از اینجا نخواهیم رفت. صورت کای چگونه شفا میابه؟ بهتر میشه، ولی احساساتش هنوز جریه دار شده. چرا تیامت برای عذرخواهی نیومده؟ میگی تقصیر اون نیست؟ گفت همسر تو حرفهای خیلی بدی درباره من گفته. اونا حقیقت دارند؟ بین من و تو در کارهای سیاحتی دخالت نمی کنم. به عهده بینتای میگذارم. شاید او تقلب کنه. ممکنه تقلب کنن. امتحانشون میکنم. نه تو را آروم میکنه، استراب و ازت میگیره. خدا فرمود که صبور خواهد بود تا هر کسی فرصت توبه را داشته باشد. ایمان تو داری از دست میدی؟ ایمان نداشتن؟ من کشتی را ساختم همونطور که خداوند به من فرمان داده بود. ایمان من درست
همینجاست. نود سال پیش بود که قیر رو روی تیر چوب زدی. میدونی فسان، سخت‌ترین چیز تحمل کردن همین خنده ها بود. من متاسفم که تو این کار دست داشتم. مثل اینکه همه چی به خودی خود شروع شد. زمانی که هام و دوست تو بینتای تجارت میکردن، تو فقط مسئول آبگیری انگورها بودی. میدونستم که آب توی شراب میریختم. خوبه که دیگه مست شراب نمیشوند. نه دیدی مانشون نمیشه. هام فکر میکنه تا زمانی که سر را بیفته مردم دنیا همه بیایند و این کشتی را ببینند. خب میتونن مجسمه یه کوچیکش رو بخرن. این مورد شوخی بردار نیست فسان. واقعا نگاهی به آب دوره کشی بنداز. آب کجاست؟ میفهمم چی میگی، ولی به من بگو، آیا متوجه تغییری در هوا نشده ای؟ بوی مرگ در هوا پراکنده است. واقعا فکر نمی کن. از زمانی که ثروتمند شدم فقط بویت به مشامم میرسه. میدونی مردم الان کشتی را ستایش میکنن. اونا تو تپه‌های اطراف معابد زیادی ساختند. دنبال خدا میگردن. چرا خدا با اونا صحبت نمیکنه؟ آنها واقعا در جستجوی خدا نیستند. آنها به بوتی که ساختن سجده می کنن. بوتی که می توانند به او لگد بزنند اگر جواب آنها را ندهد. آنها خودشان را می پرستند. دوست من نوح، یکی از خوبی های پیر شدن اینه که ایمان به بوت ها را از دست می دیم. Ha ha ha.